Little Nightmares Enhanced Edition Part 2 قرار بود که Detroit Become Human پلی بدیم، ولی فایل دانلودی ارور داد و به این فکر افتادم که چرا Little Nightmares 2 نه، مخصوصا که خیلی وقت پیشم گفته بودم قرار پلیش بدم. بریم که داشته باشیم. ساوندترک تا همینجا فوق‌العاده جذاب، سکسی. یه سری فایل گودیز هم بود تحت عنوان گودیز. یه PDF بود، نقاشی های مربوط به بازی و یه سری چیزهای دیگه ساوندترک بازی بود. هیچ کدوم رو باز نکردم که اسپویل نشه برام. ببینیم که کابوس های کوچک دو چی میخواد بهمون بگه، چه در چنده داره، مفهوم بازی چیست. به به، سلطان اومد. راستشو بخوام بگم، من فکر میکردم و انتظار داشتم که با همون رینکوت زرد رنگی خدمت دوستان باشیم. برخلاف بازی اینساید دیگه فقط در یک محور محدودیت حرکتی نداریم، میتونم در عمق هم برم و بیام. البته اونجا هم در دو محور میتونستیم حرکت کنیم، پرش به راه بود. قبلش بذارید سیتینگ رو یه چک بکنم. بریم تو کنترولز ببینیم که اسپرینت داریم، کراش داریم، فلش لایت، گراب و کال لوک هم داریم به در و دیوار. پس یه تست ریز بکنیم اینور اینور با شیفت میدوه. چرا کلشون داریم میبره جلو. کراش به راه ای که فعلا احتمالا فلش لایتی چیزی نداریم. نگاه کردن به اطراف، گراب، معما رو باید به راه کنیم. همین ابتدای کار این چی بود؟ کیو به راهه. صدا زدنش از گوگلیه. دنبال چی هستم من الان خودم نمیدونم. مکعب رو برداشته حرکت میکنیم. با اسپیس هم پرت میکرد. بذارید اینو پرت کنم تو تلویزیون رو ببینم چی میشه، چه اتفاق میفته. یه قفص هم بالا دارم میبینم که به نظر یه چیزی هم داخلشه. I see a cage with something inside it. Not identifiable. اینو بر نداره سلطان. اینو بزن تو این. نمیزنه. همین رو برگردیم اتوانا. هم با آیتم هم میتونه اسپرینت کنه. این جالب شد. به طور کلی از نظر گیم پلی پیچیدگی بیشتری داره نسبت به دوتا بازی آخری که پلی دادم، یعنی اینساید و خودم چه دوری بپنم چه دوری نسبت به اینساید و موزاییک. از نظر گیم پلی موزاییک که خیلی ساده بود. پایین چیه؟ سگ مثل این که کاری باید کاری اونجا کرده که نباید. چی اصلا تک چشم دجال من برای چی خود با خودم آوردم اینجا نمیدونم. میبریم اون بر برای مهم نیست. من باید با خودم ببرم اون بر. به به، عالی شد. دست و پای قطع شده به راهه. واقعا نمیدونم چرا دارم اینو با خودم میبرم، ولی یه حسی بهم میگه باید اینو با خودم ببرم. سگ مثل این که کار بدی اینجا نکرده. جنازه است و بعد از اینکه روح مسلط بر اون جسم رو ترک کرده، جسم داره تجزیه میشه و به طبیعت بر میگرده. مگس ها این وظیفه رو بر عهده گرفتن تا حد زیادی. تک چشم دجال رو این براهه و
البته اون تک چشمه همیشه تک چشمه دجال نیستش، نماد نماد تک چشمه دیم زیاد به کار رفته در جاهای مختلفی. زورش نمیرسه سلطان، برده بریم بل کن دیگه، انصراف میدم، منصرف میشم. قاعدت هم من باید بپرم از این رو، قاعدتاً دیگه گندشو در نیاوردم، کافی بود تا همینجا تک چشمه رو بخورم آوردم. قرار بود به درد بخوره، هم به درد میخورد، کندمون میکنه فقط. فعلا احساس میکنم داریم فقط با بیسیک های بازی و کنترلش آشنا میشیم صرفا. آب هست خدا رو شکر اینجا آب آوردم. وقت خوبی بر آب خوردن نبود ولی به هر حال اسپرینتو به راه کن. الحمدلله که ستون از آمادگی جسمانی بسیار قابل قبولی برخورداره. ستون has high capabilities in terms of physical strength and lung capacity. خدا رو شکر. الان احساس میکنم باید اسپرینت کنم، بپرم و دوباره بپرم. اینجا هم باید اینو براه کنیم. تا اینجا که یک بازی فوق العاده گولیه، ولی از اینجا بعدش دیدن داره. دستگرمی بازی دوستانه بوده تا اینجا فقط. آیا باید بپرم؟ نه کسی ندید، نوباری ساقت. آیا از این ور باید آیتمی رو ببرم اون ور؟ شاید، نمیدونم. بریم پایین، تو چیزی هست؟ نه، سکسکه به راه شد یک لحظه. شاید باشه چیزی میکنیم و فضای حرکتمون به طور کلی احساس میکنم نسبت به لیتل نایت مرز یک بیشتره، اگه درست خاطرم باشه. البته از اینجا البته میتونم بپرم. یاد مرحله کتابخونه افتادم توی لیتل نایتمرز یک، خیلی مرحله سمی بود. اینجا باید چی کار کنیم؟ شاید باید همینو اینطوری بپرم پایین. دیگه از اینجا دیگه زشته، خجالت داره با من. عجب، شاید باید بپرم چپ. اصلا من بازی اینساید نمردم، چرا الان؟ الان که بهتر که بدتر از دفعه پیش با سر خوردم زمین، ولی به هر حال انقدر اون اینساید هنوز توی ناخودآگاه همه از نظر گیم پلی. چپ و راستم باید حرکت کنم. دان
بریم که داشته باشیم. پرنده ریده اینجا. شت دیدم ها، یک صدم ثانیه مونده بود که پرنده داره مدفوعمونو میخوره. زنازاده این بری پرت کردی برای چی؟ البته این دوستم که خودش اختیاری نداره، خودم پرت کردم. ولی عجیبه جهت پرتاب چرا نمیگیره این؟ جهت پرتاب به همون سمتیه که روم هست، روم به دیوار. ای شیطان. تا الان که فقط یک تجربه گیم پلی بوده از نظر من، از نظر داستان بازی من هیچ ایده ای ندارم. تله ای نیست دیگه. الان تا آخر بازی من دوچار بدفازی هم روی اینکه یک تله ای باشه، همطور که اینجا میبینید هست. تله بسیار هست. میتونم براه کنم باریکلا. به به مالی شد زارت. احساس میکنم اینجا هم تلس، احساس میکنم اینجا تل روزمینیه. یا جد نصابه. شاید این لبه هم حتی باشه که من الان روش پریدم. چرا نور هست اینجا؟ من بدفازم. الان فهمیدی چرا بدفازم. کاج براه. جهت پرتابش فقط رو مخ منه. این سایت برعکس این بود دقیقا. وقتی پرتاب رو میزدی میتونستی جهت بدی، تو این نمیتونی. نبود. هست و بود. آخه چرا اونوری پرت میکنی؟ انطوره کی به تو اجازه داد که اونوری پرت کنی؟ گیری کردیم ها. من گاز میگیره یکی از این احتمال. نه نگرفت. این آخریش بود. خب تا اینجا که با عوامل محیطی و اجسام بی جان اصطلاحا درگیر بودیم. نوره یه جوریه که احساس میکنم چیه داستان؟ کجایی ما الان؟ داستان چیه؟ کنسرت به راهه؟ خب من خیلی قفلی هم روی اجسام، نیاز نیست هر چیزی رو که میبینم الزامم بردارم و به دردمون بخوره. اون چیز الزامن تازه فکر کنم وارد داستان شدیم. به به. حالا اینکه من کیم، اینجا کجاست؟
نمیدونم، فقط در این حد میدونیم که این کابوسه. قابلمه رو واکن ببینیم چه توش. یخچال رو واکن ببینم. مسیر بازه، کسی کاری به اون نداره، من دارم آویزون میشم میخوری. گیر دادم به در دیوار. اول کدوم مسیر رو انتخاب کنیم؟ همینا؟ یه حسی بیمه میگه این پشت باید اولین NPC بازی رو ببینیم. NPC که به قصابی علاقه بسیار زیادی داره. معرکه شد. و همچنین نخریسی و همچنین گوسفند. معرکه است. محشره. بی نظیره. عالیه. شاید باید باییم بریم یه دونه پسی ناحق بزنیم پس کله اون بچه. روخ صحنه رو چرا واقعا آخه؟ ولی از نظر گیم پلی خیلی بازی کوبیلی و باحالیه. این اون وقت چی داستانش؟ برم به این پسره بگم میگه با هم دوست شیم. دو تا در که هست در رو باز میکنیم، فوتبال میزنیم با هم. نه ترسم او جون، بیا من دوستت هم تو اینجا گیر کردی نجاتت میدم. او خط کشیده، یعنی اینجا زندانی بوده. شاید این خود منم که از یک جهان موازی اومدم خودم رو نجات بدم. چقدر دارک. من اینجا زندانی بودم احتمالا. چقدر محیط ناب سالمی به نظر میرسه. من بالا دارم چیکار میکنم نمیدونم خودم. بچه دوید رفت بالا. الله اکبر. کجا رفتی همون جون؟ کاری ندارم، بیا. نکنه من آدم بدم توی این بازی الان. کجا رفت؟ چیکار داری میکنه؟ Equip collected has in the pause menu. حت براه. خب از این وضعیت در اومدیم. خدا میتونم ببینم. کلا سنجابی براه. این دره فکر کنم بعد. سته بود. خب استید. یه اسکرین شات. خانواده 10 از 10. خانواده آقای هاشمی، خانواده نمونه ایرانی.
نه ترس اما جون، کارت ندارم. شاید من خودتم. های فهمید که ما با همین. اعتماد به راهه. من برم ستون اول. من میرم. چقدر باحال که دوتاییم. اصلا انتظار این یه مورد نداشتم. گوش به فرمان منه. دوست به دنبال منه. هی پست پست براه. به اینجا. چقدر باحال، میتونم دستشو بگیرم. جالب شد. دوتایی ما همینو حول میدیم. عشق کردم. باری کردم. کلید معلومه اون بالا. کلید طلایی. The golden key. خب شاید باید یک میله رو پیدا کنیم که بتونه نقش اهرام رو بازی کنه. اینو بچرخونیم کلیده بیاد پایین. یا فهمیدم. بیایزم. پست براه. اینو بگیریم بکشیم اینور. نمیشه. خب این که میشه برای مسیر برگشتمون. ولی من آپشن دیگه اینجا به ذهنم نمیرسه در این تکه. در این قسمت. آها قلاب براه. اینجا چیزی میتونیم پیدا کنیم. به به اهرامش دست حاج خانومه. خوبی حاج خانوم؟ ببخش اینا. قصد مزاحمت ندارم اصلا. به هیچ عنوان. آینتونم متاسفانه شکسته. آینه هاتون. میدیم اینو؟ اینا اصلا آدم پارچه این هن زارت. ولی حتی میزنم یه دونه از اینا تبدیل بشه به آدم واقعی یا واقعی باشه در طول ادامه مسیرمون. بالاخره کابوسه دیگه، نمیتونه که ترسنم نباشه. اوخ دمش گرد. این میگن یک آدم فهمیده و مشتی و براه و سفره دار. آهان درست شد. اوه کلید می درخشد. می درخشد مهتاب. می تراود. می تراود شبتاب. می خرامد لپتاب. بیا بریم ستون. پیلر. کسی ندید. اون راه آدمی زدی اومد پایین. بریم. خب از این خونه رد شدم و هم تیمی پیدا کردم. مسترا چیه داستانش؟ باید کلیک کنم. اه.
چی بود دیگه که رفتم توش؟ دستمال توالت؟ از این فازست که بندازم رو هوا پرت میشه اینطوری باز میشه؟ نه نشو نشد که هواداران دورتموند تو استادیومشون از این کار رو دیاد میکن. خب آیا زورم میرسه اینو هول بدیم دوتایی؟ بله، یکی برای همه، همه برای یکی. یا که میدونم جفتمون میتونیم بیاییم. صداهایی میشنوم که نباید. چقدر این صحنه ها برای ماشناست. خب سلطان اینجا باید یه برنامه بریزیم ببینیم چه گلی باید بگیریم به سرمون. شاید اگه صرفا از پشتش رد شیم دوستمون صرفا به سلاخی خودش ادامه بده و ما رو اصلا نبینه. ما هم کاری هم نداره با ما اصلا. چیکار داریم؟ عزیزم به چی داری نگاه میکنی؟ شاید از اینجا باید رد شیم. این بده. اینه که بده. بعد دوستمون تفنگ هم داره. باید دونه دونه شات هاشو اینطوری داج بدیم. بریدم پس کلت بون استایلت زن آزاده احمق کم عقل کم آیکیویه. Hold hand. کجا یعنی برگردیم داخل؟ یه کار دیگه ای بکنیم؟ قبل از هر چیز که باید دوربینمونو بزنیم. زنازاده، حرومزاده، پرنده ان چی میگفت اونجا؟ من واقعا نمیدونم. چقدر عجیب. اول پرنده که سمت چپ تصویر بود اگه از اونور به قضیه نگاه کنیم حواس اینو پرت کرد برام. این فرصت استثنایی در اختیار ما است. از اینجا فرار کنیم ولی راه خروج از جایی میگذاریم که این حرومزاده وایساده. پس تله مله هم همه کار این ام بوده. وقتی یه دور چراغ قوهشون میچرخونه سمت چپ
وقت خروج هاج سینما دوستان. نامردیه، لحظه آخر دیدم. وای الان ما رو میتونی ببینه اینجا یا نه؟ چه باید بکنیم سلطان؟ از این تو رد میشیم؟ گویا بالاخره هاش سینا این مصیبت رو پشت سر میگذاره. خیلی جالبه از نظر گیم پلی، خیلی چالش برانگیزه در کنار اینکه فکری هست. انطوره دیگه اینجا دسترسی نداره بمون. بیا بریم عشقم، بیا بریم اون ور ببینیم دنیا دست کیه. چه باید بکنیم؟ بیا بریم که جون من به جون تو بسته. بیا بریم که به نظر چه میتونیم بکنیم. دهنت سرویس. خونه من چطوری برگردم؟ اسکول اکابر کجا رفتی؟ میگیری منو بیام؟ گوشات بهتر باشه اینم بکشم قبلش. دقت نکردم اصلا چقدر طول کشید تا ولشه. خب نمیتونم از این استراتژی استفاده کنم. دمت گرم. بریم ستون. تلست آیا این؟ منظور که تله مله زیاد داریم اونجا. تجربه ثابت کرده که خیلی هم نباید گیر بدی به تمام المان هایی که میتونی ببینی. کجا میری عزیزم؟ پیست هی کجا رفتی؟ خطر به راه اونور. بیا این ور بابا. چقدر تو کنترل بازی خیلی رو مخه بعضی موقع. کاری که بهش میگی رو نمی کنه. اشکال نداره بذارید اول این دفعه بره جلو. هستم پناه براهه. بیا بیرم. زنازاده مثل آدم زندگی کنی، مثل آدم غذا بخوری به جای اینکه اینو اونو تناول کنی. تیراندازت خیلی بهتر میشه. مغزت هم بهتر کار میکنه. کجا
کجا میخوای بری؟ چی کار میخوای بکنی؟ که ما دست در نهایت در نریم. ما حتی اگه مجبور میشیم توی کثافات هم باید دست و پا بزنیم. کم نظافت کن اینجا رو، برس. نرو آقا، کجا داری میری؟ عذر میخوام واقعا. باحال این بهم گفت گوه، چه گوه گوگولی و نمکی گفت بهش. از این ور بری مطمئنی؟ نکن آقا صدا میده چوب. چاره نیست، منم باید بیام کمکش کنم ببینم ستون چی در سر داره. اه خوب ولی دیباگ نکردن. یه سری داستانهای رومخی. الان چرا ما داریم این کارو میکنیم؟ من نمیدونم. قرار نتیجه این کار چی بشه هم نمیدونم. شاید من باید برم اون تو. کسی شک نکرده است. متاسفانه مسیر رو کج رفتم. ان آقا من تو بزن برو اون ورن تره. کسی ندید؟ هرچقدر هم بیشتر میریم جلو و اون بیشتر شکست میخوره در تلاشش برای پیدا کردن و کشتن ما، عصبانی تر میشه. Full of rage. خب اینجا اساس بکنم باید اجازه بدیم که حرکت کنه هاشم، چون ما بریم سر سمت این اجساد که کفتر داره میخورتشون. کفتر نیستیم، شاید اصلا نه این جسد باشه نه اون کفتر باشه، ولی این پرنده ها که بپرن. یه تیر دیگه اینجا داره. بیا ستون، بیا که مقابله به مثل براهه. شیت، اصلا انتظار اینو نداشتم. خیلی خفم بود، خیلی خفم بود، عشق کردم واقعا. به طور موقتی کر شدیم.
به اینو بنداز که بریم. منم باید بیام کمک بود. بریم سوار بر درب. در سواری رو دوستان به راه کردن. ببینیم باد ما رو به کدوم سمت میبره و همچنین امواج آب که هر جایی ببره از اینجا بهتره قطعا. پایان چپترمون بود. خیلی حال داد. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید تا اینجا. حس و حال و فضای لیتل نایتمرز اصلا کلن از یادم رفته بود ولی خیلی بود. چند دقیقه که بازی کردم به شدت بهم چسبید. بریم ببینیم اپیزودمون چطوری قراره تموم شه. هم بازی داره سیو میشه. پایین سمت راست علامت چشم به راه بود و فقط ببینم که چی در اپیزود بعدی و ادامه بازی در انتظارمونه. تلویزیون چرا خود آب دوستان؟ کابوسه دیگه. باید ببینیم ذهن چه انسانی این رو یا چه انسان های این رو طراحی کرده. کابوس های اون انسان ها ستمان ها. جیزز یه اسکرین شات میگیره اینجا آش سینا. جیزز یا عیسی ابن مریم. نمیخواستم این بازی رو به ماتریکس ربط بدم ولی شاید بی ربط هم نباشه. خواهیم دید. اپیزودهای بعدی میبینمتون.